After recording Canada's hottest temperature on record for 3 days in a row, Lytton in British Columbia is on fire. موج گرمای بی‌سابقه و مرگبار اخیر در کانادا مرگ بیش از 700 نفر را طی یک هفته رقم زد. مردم کانادا که پیش از این هرگز دمای بیشتر از 45 درجه سانتیگراد را تجربه نکرده بودند، با موج گرمایی روبرو هستند که دمای برخی مناطق این کشور را تا 50 درجه سانتیگراد افزایش داده است. این افزایش دما سبب شده شمار مرگ‌های ناشی از گرما به طور قابل توجهی در این کشور افزایش پیدا کند و در برخی مناطق به 3 برابر حالت عادی برسد. مردم ساکن مناطق غربی آمریکا نیز با گرمای شدیدی دست و پنجه نرم می‌کنند و موج گرما در آن مناطق نیز قربانی گرفته است. علاوه بر موج گرما، بیش از 150 مورد آتش سوزی ناشی از سائقه در استان بریتیش کلمبیای کانادا گزارش شده و گرمای شدید هوا جلوگیری از گسترش این آتش سوزی‌ها و اطفای آنها را دشوار کرده است. آتش سوزی تعدادی از جاده‌های اصلی منطقه را مسدود کرده و باعث سوختن کامل یک روستا در این استان شده است. روستایی یاد شده با ثبت دمای حدود 50 درجه سانتیگراد یکی از گرمترین مناطق کانادا محسوب شود. همچنین به صدها نفر از مردم این کشور هشدار داده شده که ممکن است مجبور شوند به خاطر آتش سوزی خانه های خود را ترک کنند. موج گرمای مرگبار اخیر در کانادا و آمریکا یادآور این موضوع است که بحران تغییرات اقلیمی تا چه اندازه خطرناک شده و با روند فعلی گرمایش زمین می تواند در آینده وخیم‌تر و مرگبارتر شود. محققان هشدار دادند در صورت عدم کاهش نفوذ گازهای گلخانه‌ای به اتمسفر، الگوهای شدید آب و هوایی مانند موج‌های گرمای کشنده به اتفاقی معمول در نقاط مختلف جهان تبدیل خواهند شد. گرمای شدید نه تنها برای انسان، به خصوص کودکان، سالمندان، زنان باردار و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای خطرناک است، بلکه حیوانات و گیاهان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. به طور مثال، میزان تخم‌گذاری مرغ‌ها در صورت قرار گرفتن در معرض دمای 37 درجه سانتیگراد کاهش قابل توجهی پیدا می‌کند. همچنین گرما باعث می‌شود میزان تولید شیر در گاوهای شیری تا 20% کاهش پیدا کند و این حیوان رشد طبیعی نداشته باشد. محصولات کشاورزی نیز با افزایش دما تحت تأثیر قرار می‌گیرند. زمانی که دمای هوا از حد تحمل گرمای محصولات کشاورزی فراتر برود، کشاورزان محصول کمتری برداشت می‌کنند که در نهایت باعث افزایش قیمت نهایی محصولات کشاورزی برای مصرف کننده می‌شود. علاوه بر آن، موج‌های گرما می‌توانند مناطق مختلف جهان را با خشکسالی‌های شدیدتر و طولانی‌تر روبرو کنند. محققان تقریباً به طور قطع اطمینان دارند گازهای گلخانه‌ای انتشار یافته توسط فعالیت‌های انسانی نقشی اساسی در به وجود آمدن تغییرات اقلیمی و ایجاد الگوهای آب و هوایی شدید مانند موج‌های گرمای کشنده دارند. از این رو نیاز به اجرای کامل توافق اقلیمی پاریس که در سال 2015 در جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در سازمان ملل تصویب شد بیش از گذشته احساس می‌شود.